سرخط خبرها. روایت ظریف از دلایل پا نگرفتن دیدار روحانی و ترامپ. وزیر خارجه ایران همچنین وجود جنگ سایبری با آمریکا را تایید کرد. یه جنگ سایبری در جریانه. آمریکا این جنگ سایبری رو شروع کرده با حمله بسیار خطرناک و غیر مسئولانه به تاسیسات هسته‌ای ما که میتونست جون میلیون ها نفر رو بگیره. استاکسنت رو یادتونه؟ برآورد میزان مشارکت در انتخابات افغانستان، کمتر از 20% ثبت نام کنندگان رأی دادند. واکنش‌ها در کیف به انتشار مکالمه ترامپ و رئیس جمهوری اوکراین. بعضی مقام‌های سابق خواهان شروع تحقیقات شدند، بعضی مخالفند. و بعد از سرکوب معترضان محلی، تخلیه زباله‌های شهری در 4 دانگه مازندران از سر گرفته شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی BBC. وزیر خارجه ایران قبل از بازگشت از سفر نیویورک از دلیل سر نگرفتن دیدار بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا گفته. به گفته محمد جواد ظریف، شرط دیدار حسن روحانی با دونالد ترامپ لغو تحریم‌ها قبل از مذاکره بوده و اینکه چنین دیداری فقط در چارچوب نشست سران گروه 5 به علاوه 1 برگزار شود، نه دیدار دو جانبه. آقای ظریف گفته که دونالد ترامپ در مقابل مایل بود که اول دیدار انجام شود و این احتمال را هم مطرح کرده بود که بعد از دیدار تحریم‌ها برداشته شود. آقای ظریف همچنین تایید کرد که ایران و آمریکا درگیر جنگ سایبری هستند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. ایران با وجود خروج آمریکا از برجام، دیداری که صورت نگرفت اما حرف و حدیث ها بر سر دلایلش هنوز ادامه دارد. از پیش از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، احتمال ملاقات او با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ مطرح بود. حالا هر طرف روایت خود را از شرط و شروط ملاقات دارد. دیدار نه بین آقای روحانی و آقای ترامپ، بلکه دیدار سران 5 به اضافه 1 و آقای دکتر روحانی باید در واقع با رفع تحریم ها این دیدار انجام بشه و آقای ترامپ هم نه اینکه گفتن بعد از دیدار این انجام میشه، بلکه مایل بود بیشتر دیدار انجام بشه و میگفتن این امکان هم هست که بعد از دیدار تحریم ها هم رفع بشه. حرف‌های آقای ظریف پاسخی است به توییت آقای ترامپ که می‌گوید ایران از او خواسته آمریکا پیش از ملاقات تحریم‌ها را بردارد و او قبول نکرده. اگر کشور را ترک کنید بدون دیدنتون. تلاش‌های رهبران اروپایی برای میانجیگری و مذاکره آقایان ترامپ و روحانی هم نتیجه نداد. چند ماه دیگه آقای روحانی برنمی‌گردد. تلاش‌هایی که برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا که پس از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان بالا گرفت. حملاتی که عربستان و آمریکا میگویند کار ایران است، اما ایران تکذیب میکند. گزارش‌هایی از حملات سایبری تلافی جویانه به تأسیسات نفتی ایران هم هست که ایران آن را رد میکند. اما آقای ظریف در مصاحبه اخیرش گفت میان ایران و آمریکا جنگی سایبری در جریان است. یه جنگ سایبری در جریانه. آمریکا این جنگ سایبری رو شروع کرده با حمله بسیار خطرناک و غیر مسئولانه به تأسیسات هسته‌ای ما که میتونست جون میلیون ها نفر رو بگیره. استاکسنت رو یادتونه؟ استاکسنت نام ویروسی کامپیوتری بود که تأسیسات هسته‌ای نتنز را در سال 1389 با مشکلاتی جدی روبرو کرد. در مصاحبه با NBC، آقای ظریف احتمال تلافی ایران برای ایجاد اختلال در انتخابات آینده آمریکا را رد و وجود جنگ سایبری را تایید کرد. پس جنگ سایبری وجود داره و ایران درگیر این جنگه. هر جنگی که آمریکا شروع کنه پایانش با اونها نخواهد بود. صحبت از جنگ سایبری در منطقه‌ای که پیشاپیش درگیری‌های پهپادی، زمینی و دریایی در آن جریان دارد. پرهام قبادی، BBC.
چند خبر کوتاه. استاندار استان مرکزی ایران از کارگران هپکو عذرخواهی کرده. علی آقازاده در یک برنامه تلویزیونی وعده داده که کارگران 3 ماه حقوق معوقه خود را تا پایان هفته دریافت کنند و تکلیف سرمایه گذار جدید این شرکت هم تا 10 روز دیگر مشخص شود. کارگران هپکو ماهاست که به شرایط کار و حقوق عقب افتاده خود معترضند. اینجا یه نکته را عرض بکنم و اون عمدتا نه به کارگران هپکو، به همسر و فرزندان این پرسنل شریف هپکو است که اینجا من واقعا از اونها به عنوان یه خدمتگزار به خاطر همه کوتاهی هایی که در این 3-4 سال اخیر و سالهای اخیر انجام شده من باید عذرخواهی کنم. شما عزیز. به دلیل اینکه خب هپکو درست مالک خصوصی داره، ولی من هم به عنوان یک خدمتگزار و یک مسئول دولتی وقتی که این شرایط پیش میاد من هم مسئولم به اندازه خودم. علی آقازاده بود، استاندار استان مرکزی. دادستان کل ایران درخواست‌ها برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها را حرکت حساب شده دشمنان جمهوری اسلامی خوانده. محمد جواد منتظری در واکنش به هشدار فدراسیون جهانی فوتبال به ایران برای راه دادن زنان به استادیوم‌ها صحبت کرده. او پرسیده فیفا به استناد چه قانونی یک کشور را ملزم به تنظیم برنامه ورزشگاه‌های خود می‌کند؟ فدراسیون فوتبال ایران عضو فیفا است و موظف به رعایت قوانین این نهاد بین‌المللی. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید سیاست این نهاد درباره لوایح مربوط به FATF مسکوت نگه داشتن آنهاست. محمد رضا باهنر به روزنامه اعتماد گفته مجمع فعلا دست نگه داشته تا ببیند اروپایی ها در قبال ایران چه قدمی برمی‌دارند. اخیرا به نقل از یک دیپلمات فرانسوی گزارش شد که یک شرط راه اندازی سازوکار تجاری اینستکس با ایران این است که این کشور لوایح مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را تصویب کند. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تاکنون بیش از 2000 شکایت درباره انتخابات ریاست جمهوری دیروز ثبت کرده. این کمیسیون میگوید آمار شکایات در 24 ساعت اول نسبت به انتخابات گذشته کمتر بوده. بیشترین شکایات از کابل و از طرف نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر ثبت شده. نسرین نوا از کابل گزارش میده. آرای مردم کابل در این صندوق هاست. تا فعلا بیش از 450 هزار رای از پایتخت. این آرا در مرکز کمیسیون انتخابات جمع‌آوری و در مرکز معلوماتیان ثبت خواهد شد. روند انتقال آرای نیم مراکز هنوز ادامه دارد. چشم همه مردم امروز به اینجا دوخته شده، کمیسیون انتخابات. رفت آمد امروز اینجا خیلی زیاد هست و دیده میشه که موترها صندوق‌های رای را از مراکز رای‌دهی در کابل جمع‌آوری کردن و به این کمیسیون آوردن. همچنین مسئولین کمیسیون گفتن که تا فعلا بیشتر از 200 صندوق رای از ولسوالی‌ها به مراکز ولایات منتقل شده. کارمندان منتظر رسیدن آرا هستند تا آن را در مرکز معلوماتی ثبت کنند. طبق برنامه کمیسیون آرا ظرف 1 هفته باید جمع، در 2 هفته دیگر ذخیره و شمارش شود. آرایی که عده‌ای از مردم از آن محروم ماندند. کمیسیون اما این موارد را معدود می‌داند. مشکلات نسبت به انتخابات پارلمانی سال گذشته به مراتب پایان‌تر بوده. موارد بسیار اندکی بوده، در فهرست رای دهنده استفاده از تکنولوژی با این میتریک و بسیار به ندرت با نیم ساعت تاخیر باز شدن مراکز ما بوده. اینجا شکایت کرده که من مراجعه کردم تا کنون بیش از 2000 شکایت به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده. بیشترین شکایت از کابل بیش از 800 تا. شکایت انتخاباتی می تواند از جرایم، تخطی و تخلف در محل باشد. اکثریت مردم از نبودن اسمشان در فهرست رای دهندگان و از کار نکردن دیوایس بایومتریک و از یکی مشکلات دیگه که بوده که نامشان پیدا نمیشد در چیز در لیست رای دهندگان، باز اگر در لیست رای دهندگان بود باز در دیوایس بایومتریک نبود. این کمیسیون تا 48 ساعت پس از ختم انتخابات شکایت را ثبت و جمع‌آوری می‌کند. این شکایات ظرف 15 روز بررسی و قبل از اعلان نتایج ابتدایی شریک می‌شود.
نتایج ابتدایی تا 20 روز آینده مشخص خواهد شد و نتایج نهایی تا کمتر از 40 روز دیگر. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. همکارم زیا شهریار از کابل با ماست. زیا، آماری که تا الان منتشر شده نشون دهنده مشارکت خیلی پایینیه. دقیق از مشارکت در انتخابات به نظر میرسه که در سطح پایین هست. از دیروز تا حالا کمیسیون انتخابات حدود 50 آرای حدود 50% از مراکز رایدهی را اعلام کرده. اشتباه نکنیم وقتی میگیم 50% از مراکز رایدهی، الزاماً به معنای 50% آرای انتخاباتی نیست، به خاطر اینکه تعداد آرای مراکز رایدهی با هم فرق داره. در هر صورت از نتایج 2597 مرکز رایدهی اعلام شده، در با جزئیات از ولایات، یک تعداد ولایات مثلا یک تعداد کمی ولایات از 90% به بالا اعلام شده، از جمله کابل حدود 95%ش اعلام شده و از ولایت دیگه هم در حال رسیدن است. تا حالا به اساس آرا 1,050,000 نفر آرایشان محاسبه شده و اعلام نتایج قسمی در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. البته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز گفته بود که تا آخر امروز اعلام میشه. حالا ساعت 7 کابل است و هنوز هم انتظار وجود داره که ممکن است در دقایق یا ساعات آینده کمیسیون مستقل انتخابات تقریبا آرای بیشتر یا مشارکت به صورت کامل اعلام بکنه سطحش. این میزان پایین مشارکت آیا فقط به خاطر مسائل امنیتی بوده یا رای دهندگان تصمیم گرفتن خیلیاشون رای ندن به خاطر اینکه فکر میکردن که در سالهای گذشته چیز زیادی تغییر نکرده و به حقوقشون نرسیدن؟ امنیت بدون شک مسئله عمده برای این برای میزان پایین مشارکت بوده. طالبان تهدید کرده بودند که به مراکز رایدهی حمله میکنند، ولی بحث های مربوط به تقلب و نبود شفافیت در گذشته در انتخابات پارلمانی، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 که مشکلات زیادی به وجود آمد و در نتیجه دولت وحدت ملی بین دو نامزد عمده بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آقای عبدالله و آقای غنی به وجود آمد، اونها هم نقش اساسی در بی انگیزه بودن مردم برای آمدن به پای صندوق‌های رأی داشته. ممنونم از زیا شهریار از کابل با ما. نگاهی دوباره بندازیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. وزیر خارجه ایران میگوید جنگی سایبری بین ایران و آمریکا جریان دارد. به گفته محمد جواد ظریف، آمریکا این جنگ را شروع کرده. برآوردها نشان می‌دهد کمتر از 20% ثبت نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رأی دادند. در ادامه این برنامه، رنگین پوست‌ها شخصیت‌های اصلی بازی‌های ویدیویی. در یمن شبه نظامیان حوثی میگویند به بزرگترین پیروزی نظامیشان از آغاز جنگ دست یافتند. آنها میگویند در عملیاتی در نزدیکی شهر مرزی نجران عربستان صدها نیروی سعودی را کشتند یا زخمی کردند و هزاران نظامی دیگر را به اسارت گرفتند. عربستان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظری نکرده. در همین حال وزیر خارجه یمن در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را دولتی یاغی و خطری برای امنیت بین المللی خوانده. بهرنگ تاجدین گزارش میدهد. این تصاویری است که شبه نظامیان حوثی میگویند پیروزی بزرگشان را ثابت میکند. نفربرهایی که در آتش میسوزند، خودروهای نظامی که چپ شدند، سلاحهایی که به غنیمت گرفتند، نیروهایی که اسیر شدند و آرم ارتش عربستان روی یک خودروی به غنیمت گرفته شده. به گفته حوثی‌ها این پیروزی نتیجه یک عملیات 3 روزه در نزدیکی شهر مرزی نجران بوده. دشمن تلفات انسانی و تسلیحاتی سنگینی متحمل شد. 3 تیپ دشمن با همه تجهیزات و تقریبا همه سربازان و فرماندهانشان به دست ما افتادند. تسلیحات قابل توجهی از جمله صدها خودروی نظامی به غنیمت گرفته شد. هزاران نیروی دشمن که اکثرا خائن و فریب خورده بودند اسیر شدند و صدها نفر دیگر کشته یا زخمی شدند.
دو هفته پیش هم حوثی‌ها گفته بودند پهپادهایشان توانستند بعضی از مهمترین تأسیسات نفتی عربستان در خوریس و بقیق را هدف بگیرند، ولی هم عربستان و هم غرب مسئولیت این حمله را متوجه ایران دانستند. نماینده دولت یمن که از حمایت بین المللی برخوردار است در مجمع عمومی سازمان ملل به تندی به ایران حمله کرد. ایران و شاخه‌های نظامیش در جهان عرب از جمله حوثی‌ها و حزب‌الله خطری جدی برای امنیت ما و امنیت بین‌المللی است. ایران دولتی یاغی است که به قوانین بین‌المللی احترام نمی‌گذارد. ایران در شبه جزیره عربستان خرابی می‌کارد و درو می‌کند. شبه نظامیان حوثی را به راه انداخته، مسلح کرده و خرجشان را داده. کسانی که شعارهای انقلاب اسلامی ایران را سر می‌دهند و راه آزار، سرکوب و شکنجه را در پیش گرفتند. عربستان هنوز درباره صحت و سقم ادعاهای حوثی‌ها اظهار نظری نکرده. در شرایطی که تلاش‌های بین‌المللی برای آتش بس در یمن بالا گرفته بود، این عملیات می‌تواند جنگ را از قبل شعله‌ورتر کند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. محافظ شخصی ملک سلمان پادشاه عربستان دیشب به ضرب گلوله در جده کشته شد. پلیس عربستان میگوید سرلشکر عبدالعزیز فقم در یک درگیری شخصی در خانه یکی از دوستانش جان باخت. 5 نفر دیگر هم زخمی شدند. گفته شده ضارب در تیراندازی پلیس کشته شد. به گفته مقام‌های شهر جده در غرب عربستان یک ایستگاه قطار دچار آتش‌سوزی شده. این ایستگاه برای یک سامانه ریلی سریع السیر که پارسال برای رفت آمد مسافران بین شهرهای مکه و مدینه افتتاح شده بود کار میکرد. گفته شده که در این حادثه کسی کشته یا زخمی نشده. وزیر خارجه سوریه میگوید حضور نیروهای نظامی آمریکا و ترکیه در شمال کشورش غیر قانونی است. ولید معلم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان خروج فوری آنها شده. او هشدار داد که بیرون نرفتن این نیروها میتواند واکنش سوریه را در پی داشته باشد. از زمان شروع جنگ با داعش در سوریه، آمریکا و ترکیه آنجا حضور نظامی داشتند. ترکیه با شبه نظامیان کرد هم میجنگد. جنجال بر سر ارتباط نخست وزیر بریتانیا با یک تاجر زن آمریکایی بالا گرفته. هفته نامه ساندی تایمز که اخیراً این موضوع را افشا کرده بود، این بار به نقل از 4 نفر از نزدیکان جنیفر آرکیوری نوشته که او معشوقه بوریس جانسون بوده. آقای جانسون متهم شده که برای خانم آرکیوری اعمال نفوذ کرده تا او بتواند از شهرداری و دولت برای شرکت‌هایش کمک مالی بگیرد. آقای جانسون گفته هیچ کار خلافی انجام نداده و نیازی نبوده که آشنایی با خانم آرکیوری را به مقام‌های رسمی اعلام کند. در هفته که گذشت تحقیق برای استیضاح رئیس جمهوری آمریکا در مجلس نمایندگان آمریکا آغاز شد. انتشار متن مکالمه دونالد ترامپ با رئیس جمهوری اوکراین پایه تحقیقاتی شده که میگوید آقای ترامپ از موقعیت خود برای کسب موفقیت‌های سیاسی سوء استفاده کرده. بنا به سنت رسانه‌های آمریکایی، مجله‌های سیاسی روز یکشنبه به بررسی خبرهای هفته می‌پردازند و چه چیزی بالاتر از استیضاح رئیس جمهوری آمریکا؟ سامه فرزانه خبرنگار ما از واشنگتن این واکنش ها رو دنبال کرده. اسام، چی میدونیم از حرف هایی که در روزنامه های یکشنبه زده شد؟ ببینید، اینها من الان توی یک ساعت خورده گذشته از این شبکه به اون شبکه در حال رفتن بودم و میتونم بگم که تقریبا همون حرفایی که در طول هفته ما شنیدیم این بار با صدای بلندتر دارن مطرح میکنن و باید گفت که طرفداران رئیس جمهوری آمریکا، کسانی که قاعدتا باید با استیضاح مخالف باشن، دست بالا رو داشتن توی برنامه‌های روز یکشنبه تلویزیون‌های آمریکایی و سعی کردن آدم‌های متنوعی رو به این برنامه‌ها بفرستن، برنامه‌ای که از مثلا 5-6 شبکه 7 شبکه داره پخش میشه و اینها هر کدوم تقریبا تو زمان‌های مشابه هم پخش میشن و هر کدوم هم مخاطبان خاص خودشون رو دارن. اینا تونستن آدم‌های متنوعی رو، طرفداران آقای ترامپ، بفرستن به این شبکه‌ها تا بتونن پیغام دولت رو برسونن. پیغام دولت چیه؟ پیغام دولت اینه که اول از همه ایجاد شک بکنن
در راستی و صحت حرفهایی که افشاگر زده. کسی که افشا کرده مکالمه آقای ترامپ با رئیس جمهوری اوکراین رو و گزارشی نوشته بنا به اون مکالمه و گفته بوده که آقای ترامپ از موقعیت خودش داره سوء استفاده میکنه. اون شکایت بود که بعدن حالا از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی به مجلس نمایندگان رفته و مجلس نمایندگان هم پیگیر شد و در نهایت کاخ سفید مجبور شد متنی خلاصه شده از اون گفتگو رو منتشر بکنه که حالا دموکرات‌ها میگن قشنگ نشون میده که آقای ترامپ داشته سوء استفاده می‌کرده. جمهوری‌خواه نظر متفاوتی دارن. سیاست جمهوری‌خواه این بوده که برن و نشون بدن که این فرد یک سری اعتقادات سیاسی ضد آقای ترامپ داشته و به همین دلیل شروع کرده به نوشتن اون گزارش افشاگرانه، هرچند که درون دستگاه اطلاعاتی کسانی که آقای ترامپ هم اونها رو بر سر کار آورده اونها به این نتیجه نرسیده بودن و فکر کرده بودن اتهامایی که داره میزنه این فرد اتهامای جدیه و شکایت او رو جدی بررسی کرده بودن، اون رو سیاسی ندیده بودن. ولی از مشاور آقای ترامپ مثل استیون میلر در تلویزیون این حرف رو زد، سناتور لینزی گرام این حرف رو زد، یکی از نمایندگان مجلس جمهوری خواه جیم جوردن او همین حرف ها رو زد. اینا سعی کردن که اولا ایجاد شک بکنن. کار دیگه ای که می کردن جمهوری خواهان این بود که سعی بکنن موضوع رو برگردونن، اصلا بگن که آقای ترامپ رو ول کن، کاری که کرده به این فکر کنین که آقای بایدن چی کار داشته می کرده و پسرش داشته چی کار می کرده. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که توی اصلا بحثی که صحبتی که آقای ترامپ با رئیس جمهوری اوکراین داشته اونجا صحبت از این میکنه که آقا شما برید تحقیق بکنید ببینید که پسر جو بایدن در اوکراین چی کار میکرده. پسر جو بایدن توی یک شرکت انرژی جزء هیئت مدیره بوده، حقوق بالایی هم گویا میگرفته و اونها میگن که از موقعیت پدرش داشته سوء استفاده میکرده و اینکه آقای بایدن فشار آورده بوده در زمانی که معاون رئیس جمهوری آمریکا بوده، فشار آورده بوده تا دادستان کل اوکراین برکنار بشه. میگن که این به خاطر همین بوده که در واقع پسر خودش رو مراقبت بکنه. جمهوری خواه از این موضوع استفاده میکنن و اومدن توی تلویزیون میگن که اصلا آقای ترامپ افشاگر اصلیه، قهرمان این داستان آقای ترامپ. یک جوری میگفتن مثلا شما باید الان تشکر هم بکنید از آقای ترامپ به خاطر اینکه یک چنین فسادی رو افشا کرده. ممنونم از عصام فرزانه از واشنگتن. ماما در دنیای بازی‌های ویدیویی به ندرت به شخصیت‌های رنگین پوست برمی‌خوریم، چه برسه به شخصیت‌های اصلی رنگین پوست. حالا یکی از طرفدارهای قدیمی این بازی‌ها تصمیم گرفته بازی ویدیویی خودش رو بسازه و امیدواره که این کارش طراحان بازی‌ها رو به افزایش تنوع ترغیب کنه. سلام، من دانیل هستم. در فضای مجازی به ایبونیکس یا ایبونیکس سیمز هم میشناسنم. نصف نیجریه‌ای و نصف بلژیکی هستم و بازی‌های ویدئویی شخصی می‌سازم. شخصیت‌های بازی اونایی هستن که بازیکنایی مثل خود من تعریف می‌کنن تا یکم هیجانش بیشتر شه. من شروع به تولید محتوا کردم چون می‌خواستم خودم رو بسازم. اولش واقعا پیراهن داشیکی رو می‌خواستم، اما بعد دیدم خب نمیشه و متوجه شدم که ابزار کافی در این بازی‌ها موجود نیست و یک شکاف وجود داره. همین شد که شروع کردم به تولید محتوا تا نماینده یک فرهنگ دیگر رو هم به بازی که دوست دارم اضافه کنم. به ویژه به من این امکان رو داده که بیشتر به پیشینه نیجریه این بپردازم. شخصیت‌هایی درست کردم به اسم انکارا و کنته که در پوشششون تنوع رنگی و پارچه‌های زیبای سنتی به خوبی ارائه شده. من از وقتی به دنیا اومدم اینها رو می‌پوشیدم و می‌خواستم در بازی‌ها هم باشن. وقتی دیدم رپر معروف آمریکایی تی‌پین از محتواهایی که ساختم برای پیدا کردن دردلاک استفاده کرده، برام دستاورد بزرگی بود. از اون طریق خیلی ها با کارم آشنا شدن. واقعاً یکی هست که محتوا تولید می‌کنه برای ما. پیام های زیادی هم دریافت کردم. یکیشون به طور خاص با بقیه متفاوت بود. از یه خانمی بود که می گفت خواهرزادش همیشه از مو ظاهر و قیافه خودش بدش می آمده و ازم خواست مدل موهاش رو طراحی کنم. بعد برام نوشت که خواهرزادش عاشق شخصیت سیم خودش شده.
پیام‌های محبت‌آمیز زیادی از جامعه رنگین پوست‌ها دریافت کردم و اینها برام الهام بخش بوده. چون بعضی روزها که زیاد حوصله کار ندارم، این پیام‌ها تشویقم می‌کنه. هدف نهایی من اینه که اگر هم خالق بازی نباشم، به شرکت‌های سازنده بازی‌های ویدیویی مشاوره بدم. تا بتونم تغییرات و تنوع بیشتری به بازی‌ها وارد کنم. تا وقتی مردم می‌خوان یک شخصیت بسازم، بتونن یکی رو شبیه خودشون طراحی کنن و برای این کار تلاشم رو می‌کنم. بریم به زیمبابوه، جایی که رابرت موگابه رئیس جمهوری سابق این کشور در زادگاهش به خاک سپرده شد در روستایی دور افتاده. محل دفن موگابه 95 ساله موضوع مناقشه خانواده او و دولت بوده. شینگای نیوکا گزارش میده. یک پایان خیلی معمولی بر یک زندگی غیر معمول سیاسی. یک گروه کر کلیسایی پیش از مراسم خاکسپاری رابرت موگابه در روستای دورافتاده ژیبا به نیایش پرداختند. خانواده و اقوام و دوستان او و بسیاری از چهره‌های سیاسی در این مراسم شرکت کردند. هر کسی اینجا از زن خودیار رابرت موگابه شد. خیلی او را به خاطر نوت‌های تند و آتشین ستایش می‌کردند. در این حال خیلی از او به خاطر نقض حقوق بشر و به فلاکت کشاندن کشوری که قبلا ثروتمند بود نفرت دارند. اما کمتر کسی فکر می‌کرد پایان کار رابرت موگابه به این شکل باشد. پرزیدنت موگابه ترجیح داد درباره برکنار شدنش از قدرت یک پیام سیاسی بده. او کاملا از این قضیه دلچرکین بود. آنچه از این واقعه نتیجه می‌گیریم باید این باشه که هرگز از ارتش برای برکناری یک رئیس جمهور استفاده نشه، ولو اینکه از سیاست‌های او دلخوشی نداشته باشیم. بعضی میگویند وضعیت رابرت موگابه و اینکه اینجا دفن شود یک پیام سیاسی داشت. موگابه شطرنج باز ماهری بود و از باختن متنفر. در سال 2017 با اکراه از قدرت کنارگیری کرد. امروز که میرود تحت شرایط مورد نظر خودش فدا میکند. در جایی بسیار دور از تمام کسانی که معتقد بود به او خیانت کردند. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.